کمال در امور طبیعی مادامی که در طبیعت است با ازداد و تفاوت هستند، چنان که مولانا. اما همین که شما به عالم جان پیوستید، نفس مطمئنه پیدا کردید، آیا معنیش این است که تکامل پایان یافت؟ تکامل از طریق ازداد پایان می‌پذیرد. این حرف درست، ولی آیا هیچ راه دیگری نیست برای کمال؟ از نظر فیلسوفان نه، تمام می‌شود. برای اینکه تمام به قول اونا همه قوه ها به استعدادها به فعلیت رسیده. اما گفتم از لسان قرآن و شرع بشنویم شاید سخن دیگری بگوید. ادامه میدهد مولانا: نفی زد کرد از بهشتون بی نظیر، که نباشد شمس و زدش زمهریر. بی نظیر یعنی خداوند بی نظیر. خداوند بی نظیر از بهشت نفی زد کرد، یعنی گفته است که در بهشت ازداد وجود ندارد. نه فقط ازداد وجود ندارن، همچنان که در قرآن هم اومده تغییراتی که در عالم طبیعت هم هست وجود ندارن. اونجا مثلا در قرآن داریم، ولی مولانا به یک وجه دیگری این مسئله رو بیان کرده. در قرآن هست که در بهشت که انهاری از عسل است و از لبن و چی و آب، میگوید که لبن لم یتغیر طعمه و ماء لم یتسنه. هر دو تا صفت رو میاد، آبی که بو نمیگیرد و شیری که طعمش عوض نمیشه، یعنی ترش نمیشه. خب ببینید در این جهان شیر اگر دو روز سه روز بمونه ترش میشه، میبره، تغییرات پیدا میکنه. آب هم همینطور. چگونه میشود که آب بو نگیرد؟ چگونه میشود که شیر نبرد؟ یعنی تحول پیدا نمیکنه. پس همین یعنی شیره، اما یه جور شیر دیگریست که بو نمیگیره. برای اینکه حالا مثالش قدری روشن بشه، تصویرش در خواب دیگه، شیری که در خواب هست یعنی شیر رویایی، این شیر بو نمیگیره، ثابته، ولی شیره. شیری که در ادراک آدم هست، از خواب بیان بیرون، همین مفهوم شیر، همین درک ما از شیر که بو نمیگیره، شیر خارجی بو میگیره، درک ما از آتش که نمی سوزونه ذهن ما رو، شیء آتش بیرونی می سوزونه. اینجا باید دید که یک تفاوتی بین مفهوم استقامت، عالم مفهوم، عالم مفهوم ها که همون عالم جان است و عالم ادراکات است، گرچه که منطبقه بر عالم بیرون است، اما اوصاف ویژه خودش رو داره. حرکت در ذهن ما حرکت نمی کنه، ولی حرکت در عالم خارج عین متحرکیت است، عین حرکت است. آتش ذهنی ما نمی سوزاند، اما آتش بیرونی همینطور، آب ذهنی و هر چیزی از این قبیل. شیر ذهنی هم بو نمی گیرد، آب ذهنی هم بو نمی گیرد. این عیناً در بهشت هم هست. لذا عالم آخرت و عالم ذهن و عالم روح و عالم رؤیا خیلی نزدیک است. همه این چیزها رو داره، اما اوصاف طبیعی رو نداره. به یک معنا همین کلمات رو برای اونا میشه به کار برد، به یک معنا هم باید گفت که فارغ از این طبایع است و فارغ از این عوارض است. عیناً امر دیگری که در قرآن هست این است که لا یرون فیها، یعنی در بهشت، لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. در بهشت مردم نه خورشید رو میبینن نه زمهریر رو. حالا منظور از خورشید رو گفتن یعنی گرما، نه گرما میبینن نه سرما.